به نام خدا، عزیمی هستم، مدرس زیست شناسی، در خدمت شما هستم با تدریس گفتار یک از فصل دوم، قسمت گوارش غذا. جلسه قبل ما در مورد ساختمان لوله گوارش صحبت کردیم، حالا میخوایم ببینیم که غذایی رو که وارد لوله گوارش میشه چگونه گوارش پیدا میکنه. دستگاه گوارش طی فرایند گوارش مکانیکی غذا رو آسیاب میکنه و با گوارش شیمیایی مولکول‌های بزرگ رو به کوچک تبدیل میکنه. حالا در مورد چگونگی انجام این فرایند رو با هم صحبت میکنیم. پس در واقع ما دو نوع گوارش داریم، میتونیم یه انواع بذاریم اینجا. انواع گوارش غذا شامل گوارش مکانیکی که از دهان شروع میشه و منظورمون آسیاب کردن غذا و خرد کردن هست با کمک دندان ها، و دومیش گوارش شیمیایی است که از دهان شروع میشه، معده و روده باریک کامل میشه و در طی اون مولکول‌های گوارشی، مولکول‌های غذا با کمک آنزیم به مولکول‌های کوچکتر تبدیل میشن، مولکول‌های بزرگ به کوچک. خب در اینجا واژه آمیلاز رو براتون گفته که آمیلاز اسم یه آنزیمه که بر آمیلوز اثر میکنه. آمیلوز هم به معنای نشاسته هست. پس آمیلاز در واقع آنزیم تجزیه کننده نشاسته یا آمیلوزه. اسم دیگر نشاسته چیه؟ آمیلوز. که آنزیمی که میتونه نشاسته رو بشکونه، تجزیه کنه به مولکول‌های کوچکتر، اسمش آمیلاز نام داره. نشاسته در اثر آمیلاز تبدیل میشه به قندهای کوچکتر مثل گلوکوز، دیساکاریدها معمولاً آنزیم ها پسفند آز میگیرن، مثل لیپاز، پروتئاز. اینا آنزیم های تجزیه کننده لیپید و پروتئین هستن. خب بخواییم گوارش در دهان رو شروع کنیم. در دهان ما تجهیزاتی وجود داره برای گوارش فیزیکی و شیمیایی. دندان ها در هر انسان بالغ 32 تا دندان داریم که این 32 دندان شامل یه خط کسری میذارم توی هر نیم آرواره مینویسیم. دو تا دندان پیشه، یه دونه نیشه، دو تا آسیای کوچکه و سه تا آسیای بزرگ. آسیای بزرگ که آخرین آسیای بزرگمون هم دندان عقل هست. دو تا آسیای کوچک میشه. یه دونه نیشه. ما همون تعداد رو در آرواره پایین، نیم آرواره پایین هم داریم. دو تا پیش و یه دونه نیش. خب این مجموعه میشه 8 بالا 8 پایین، 16 تا در یک نیم آرواره. نیمه فک بالا پایین، نیم فک هم اون ور 16 تا رو داره، روی همیشه 32 تا دندان دائمی داریم. خب وقتی که غذا رو وارد دهان میکنیم، غذا با جویدن غذا و گوارش مکانیکی خرد میشه. آسیاب غذا به ذره های بسیار کوچک برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی و اثر بزاق بر آن لازم. یعنی اگر غذا خرد نشه آنزیم های بزاق نمیتونن روش اثر کنن. حالا بزاق چیه؟ بزاق یه مایعی آبکیست که از سه جفت قده بزاقی بزرگ و قده های بزاقی کوچک ترشح میشن. محل این قده ها رو در شکل میبینید. یک جفت
تمام.